خوز المجان آرا مؤسسه خیریه AWC میخوای بفهم که مسیج شما برای زن افغان و طفل افغانستان چی می باشه؟ ما مسیج ما برای تمام دوستایی که به این مؤسسه میخواین کمک کنن، برای زن افغانستان، برای تمام خانمای افغانستانی که بی بضاعت هستن به کمک ضرورت دارن و به طفلای نازنین افغانستان که بر روهای سرکا کار میکنن، اونا کسی دستیار ندارن و از نازنینا خواهش میکنم که اینا را سپورت کنن و این مؤسسه را کمک کنن که تا اینا بتوانن توسط امی مؤسسه کمک برای او خانمایی که ضرورت دارن و او طفلای نازنینه که چشم برای ما و شما، کمک های ما و شما هستن، کمک کنن از جان دل بر افغانستان خود، بر وطن مردم، بر وطن خود، بر مردم نازنین خود دل بسوزانن و چو استاده دست افتاده گیر کمک کنن به مردم خود. من افتخار میبخشن و وظیفه مایی است که به مردم نازنین خود و به طفلای نازنین خود و بر تمام مردم افغانستان که مشکلات دارن ما کمک کنیم. تشکر بسیار. امشب با امرای شکیب جان علومی استیم. شکیب جان، مسیج شما به زن و طفل افغانستان چی می باشه؟ تشکر سونیک جان. اولا ما روز زن که البته گذشته، بازم تبریک میگم به شما و به تمام خانم های افغان. و ما یک چیز را میخوایم بگویم که در پالوی هر مرد موفق یک زن موفق باید باشه و نقش زن در کشور ما بسیار کم رنگ بوده در سالهای گذشته، ولی باید ما توجه بکنیم که یک زن میتونه که یک دنیا را به دست بگیره. یعنی یقینا نقش زن در کشور ما بسیار کم رنگ بوده ولی نقش بسیار پر رنگ داره، ولی ما این را باید متوجه باشیم که زن در یک جامعه نصف جامعه است و حتی میتونیم زیادتر از نصف جامعه است. و امیدوار هستم که هموطنان ما هم توجه بکنن به امرای انجمنهای خانم ها، باید بسیار زیاد کمک بکنن و این کمک از اینا باعث از این میشه که کشور ما رشد بکنه و در پالوی هر یک کشوری که تا وقتی که خانم ها در او نقش نداشته باشند و نقش زن در او کشور نباشه، یقینا که او کشور ناقص یا نیمه می باشه. و امیدوار هستم که این نقش هموطنان ما در خارج از کشور مخصوصا توجه بکنن و این را بسیار زیاد بارز بسازن که نقش زن نقش بسیار مهم است در کشور. واقعا ما باید زنا، خصوصا تمام افغان ها، باید بسیار وطن دوست باشیم. گرچه خودم بسیار زیاد همیشه تلویزیون میبینم، خدا شاید از موقعی که اگر دفعه من تلویزیون میبینم گریان میکنم به حال اولاده افغانستان. اونا اولاده خود ما هستن، همه تو که ما اینجا از اولاده خود تیکیر میکنیم، باید از افغانستان هم مامتر برشون همیشه برسیم، برشون کمک کنیم به زنهای افغان. اونا کلشان خواهرای ما هستن و امی زندگی که ما داریم باید ما از دل از اونا بیاییم. و من خودم شخصا سونیک جان تا اندازه که امکاناتش باشه من بر خواهرای خود، بر زنای افغان کمک میکنم. مسیج ما بر تمام خواهرایم که باید افغان خود از یاد نبرن، همیشه به فکرشان باشن و کمکشان کنن. بله، تشکر. فکر میکنین نفرایی که هنرمند هستن، هنرپیشه، و چطور میتونه کمک کنن؟ بسیار زیاد، یک سوال بسیار مقبول سونیک جان. اونا میتونن که از طریق کنسرت هایی که بگیرن، میتونن کنسرت بگیرن و پیسی که جمع میشه به حساب اطفال افغانستان روان کنن. بهترین کار است. بله، فعلا ما یک برنامه داریم در AWC در 19 می که در کسپین رستوران و ایسان جان امان میخوانن مجانی و آقای علومی یک نقاشی میکنن مجانی و انشالله بتانن کل هنرمندای ما حساب بگیرن. ما بسیار درباره هر چیز حرف میزنیم اما وقت است که باید یک عمل هم بکنیم. حتما باید دیره نشان بتیم، عملی نشان بتیم. راست میگین سونی جان، از خودم هر چی که کمک از دستم باشم میکنم. شما میتونن در برنامه 19 می اشتراک کنن، امی که میاین اونجا میباشن، اما هم یک به اصطلاح یک کمک هست میکنن. ما از طریق این پروگرام شما که یک مؤسسه خیریه است، ما به تمام زنای پاک نفس افغانستان سلام عرض میکنم
و کرانه را دستشان میبوسم و خوردار رویشان میبوسم و از خداوند خواستیم که همیش سلامت باشن و ناگفتن مانه که زن در جامعه ما همیش سرکوب بوده اما انشالله با امید خدا همه چیز درست میشه شما هم خطر پابند باشین به با مسائل احساسیتان و زن به نظر من هیچ کمبود از مرد نداره و نمطور که یک مرد در اجتماع مستر خدمت میشه زنها متا زنها را زیادتر من میتونم بگویم که مستر خدمت میشه ببخشید وای جان رول هنرمندا چیست که در این چطور میتونن کمک کنن به زنها و اتفای افغانستان از رای دور رول هنرمندا خود میتونن که از طریق آهنگای خود توسط اشعار مقبول بتونه امی خود زن زنده و سلامت تو سر بلند داشته باشه شعرهای مقبول برشون گفته شده همچنان شالله جان زلان یک بله بله یک آهنگ بله خواهیم بله. بله. و ایرام ناگفته نمانده که من به سن 12-13 ساله بودم بله. در امون افغانستان که مسائل تعصبات بسیار زیاد بود بله. اما من میگفتم که هیچ زن کمی از مرد نداره و من بسیار احترام داشتم و حتی کمپوزایی که میکردم در افغانستان اکثرا کمپوزای مرا اون طبقه اوناز طبقه زن اجرا کرده بود خوانده بود جامعه فکر نمی کنم پیش بره بیدونی هیچ وقت هیچ وقت یک اقسم یک بار نداره مثل که یک بادی انسان باشه اونم تو که نصفش مرد است نصفش زن است تشکر می کنم و خداوند صحت و سلامتی همه ملت نجیب افغانستان و مخصوصا طبقه زن هم میخواهیم تشکر بسیار زیاد سالا جان خوش آمدین من این فهمیدم پس امریکا تشریف آوردن بسیار برنامه مقبول و دیدنی تانه دیدم پشتان آمدق شدم میخواستیم یک مؤسسه داریم به نام AWCE which is Afghan Women Center for Excellence که کمک میکنه به زنها و طفلای افغانستان و فامیلا دیگه شما میفهمیم یک آهنگ به اندازه مقبول خواندن که هر بار که من خودم بشنام گریان هایم سر میکنه دیگه مسیج شما برای زنای افغان برای طفلای افغان چی است و چطور میتونیم از اینجا کمک کنیم من مسیج من خوب من تقریبا 10 روز میشه که من از افغانستان آمدیم و 6 ماه در افغانستان بودم و یعنی بهترین وقت زندگی من راستی در این 6 ماهی که من در افغانستان بودم راستی گذراندم به خاطر از اینکه امو عشقی که آدم به وطن داره و به مردمش و مخصوصا خودم که یک زن هستم یک خانم هستم به اصطلاح ما امی مسئله را پیش ما بود که ما باید برم افغانستان و با آهنگ زیبایی که فریجان برادر ما درست کردن بر تمام زنان ستم دیده مملکت ما که راستی در 30 سال بسیار زجر کشیدن بسیار رنج کشیدن بعضشان ببینن از دور یعنی ما کسایی که در خارج هستن بسیار چیزها را میگن که بسیار چیزها درست نیست یعنی من خودم رفتم اونجا از آمریکا رفتم والا من غیر از محبت ما چیز دیگه ندیدم جز محبت من راستی در روی سرک راه میرفتم میگشتم منتها دستمال در سرم بود میگشتم تمام مردم من فکر میکردم که خانواده زنان مثلا نام پدر من در افغانستان در 30 سالی که ما نبودیم مثلا دیگه کسی یاد نمیکنه ولی باور کنندم اون قشر غریب مملکت خود من رفتم در سرکا و همگی طرف میدویدن از زن و مرد برای بغل میکردن و نام پدر من میگفتن که من قربان او زلان شوم و قربان او صدایش شوم و دومی که آهنگ دخت افغان که راستی ما آهنگ با مو یعنی آهنگ یک چیز که ما سپاسگزار از فریجان برادر بزرگوارم هستم که همچی آهنگ ساختن و این شعر پیدا کردن و رفتن دنبال شاعر که شعر گفتن که زندگی نامه شکه وقتی فریجان خان راستی زیر تاثیر آمدن و گفتن که چطور ما یک شاعر زن داشتیم و این در سال 85 از بین میره و این کسی یادش نمیکنه و این شعر قدر قوی و زیبا بود که فریجان این آهنگ درست کردن و من افتخار زیر داشتم که من این آهنگ خواندم بر تمام زنان افغانستان و تمام زنان دنیا و شرق و خوب ستم هست در زنا در سر زنای ما زیاد شده ولی حال بسیار کمتر شده اینام برای شما بگویم ضرورت عزیز که من خودم از آن نظر مکتب
مکتب اولین چیزی است که برای درس ادویکیشن باید باشه، جایی برشان که هست و بعض دخترای جوان هستن، طفلا هستن که اینا جایی ندارن برای زندگی کردن و برای اینا چندین جای باز شده و شما میفهمید که تمام دنیا امروز رفته در اونجا کمک میکنن، ولی هنوزم به ما احتیاج دارن که ما که در خارج هستیم بتونیم برای اینا یک خدمت بکنیم و یک جای برای اینا باز کنیم، حتی یک مکتب خورد، حتی یک شفاخانه، دوا، مثلا این چیزها را اینا شدیدن کاردان ضرورت دارن و ما افتخار میکنم به تمام زنان افغان، بر تمام مردان غیور افغان، زنان غیور افغانستان و عاشق مملکت ما هستم و راستی فقط منتظر عزیز که مچه بس دوباره زنده شدیم، باور کنین ما پس دوباره جان گرفتیم با رفتن به افغانستان، باور کنین هر لحظه که یاد میام میگه ما چی وقت شوه که ما زود برم و ما قول دادیم به مردم شریف مملکت خود که ما پس میایم، پروگرام های بسیار زیاد دارم در خدمت مملکت خود هستم و عاشق یک و یک شما افغان های عزیز خود هستم. نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبی دهانم، نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم، من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و بر جاست که دایم به فغانم، یاد آن روز گرامی که قفس را به شکافم، سر بیرون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم. یک موسیقی خیریه داریم به نام AWCE which stands for Afghan Women Center for Excellence. میخواستم ببینم عمشا جان نظر شما یا مسیج شما به زن و طفل افغان چی است و وظیفه ما در امریکا که هستیم چی است که برای چطور میتونیم کمک کنیم؟ سوال بسیار خوب کردین. طفل و زن دو موجود بسیار هم قابل ترحم و قابل احترام است، هر دوش، هم طفل و هم زن. و اینال شما فکر بکنین که اگر بتانه انسان به طفل و زن کمک بکنه و خودش شیفت خار میرسه، خب مکلفت هر انسان است که باید فکر میکنم به نظر من که با تمام جهان انسان و انسانیت انسان باید کمک بکنه، باید به همه برسه تا توانی که داره تا میتونه کاری بکنه، اگر هر قدر بکنه وجدان انسان راحت میباشه. من آرزومند هستم که همه هموطنهای ما، هر کسایی که هستن با این مؤسسه که در صدد ازی هستن که بتونن زنهای افغان و اطفال افغانستان کمک بکنن، هر افغان ما اگر هزار جهت میتونن کمک بکنن دریغ نکنن و کوشش بکنن که یک دست همکاری یک کار بکنن، دراز بکنن تا بتونن یک وجدان راحت و آرام داشته باشن. به نظر من این کار بسیار بهتر است. اگر از من چیزی ساخته باشه با کمال احترام و با کمال میل با هر دید ما حاضر هستم. تشکر یک جان، بسیار مسیج مقبول، تشکر.